نو، یازده، سیزده، پانزده، هفده، نوزده. نوزده هم که زد دو تا اضافه میشه میشه 21، دیگه شرط برقرار نیست. پس این اعداد 1 3 5 7 رو میره تا 19 چاپ میکنه. این استپش در واقع دو تا دو تا بود. یه مثال از وایل ببینیم. مقدار آی رو 3 گذاشتم. جلوی وایل یه شرط هست. شرط برقراره چون 3 از 8 کمتر مساویه. 3 چاپ میشه. پس آی من که 3 بود چاپ میشه. یه دونه اضافه میشه میشه 4. دوباره میایم بالا. چون 4 هم از 8 کمتر مساویه باز 4 چاپ میشه. یه دونه اضافه میشه. 5 هم شرطش برقراره. 6 هم برقراره. 7 هم برقراره. 8 هم چی؟ برقراره. یعنی وقتی که آی من 8 بود 8 رو چاپ میکنه و بعد آی میشه 9. 9 دیگه توی این شرط قرار نمیگیره و اعداد 3, 4, 5, 6, 7, 8 رو توی خط با یه فاصله که اینجا میذاریم چاپ میکنه. حالا یه دو وایل ببینیم. توی آی 3 گذاشتم. دو جلوش هیچ شرطی نیست. حتما اتفاق میفته. یه دونه آی که چاپ بشه 3 نمایش داده میشه. آی اضافه میشه میشه 4. شرط برقراره. آره 4 از 8 کمتر مساویه. دوباره این دستور دو انجام میشه. پس میاد 4 رو چاپ میکنه، یکی اضافه میشه. بعد 6، بعد 7. 7 هم که زد یه دونه اضافه میشه میشه 8. باز چون شرط برقراره 8 از 8 کمتر مساویه، میایم داخل. خب یعنی آی من روزی که 8 بود اینجا بودیم دیگه و این شرط براش برقرار بود، میایم بالا 8 رو میزنیم. آی که میشه 9 دیگه شرط برقرار نخواهد بود. حالا اگه آی شما به جای 3 سی بود چی چاپ میشد؟ یه عدد سی رو برای من چاپ میکرد دیگه. فرض کن این 3 بود مثلا سی. این سی رو میزد این میشد 31. بعد میگید شرط برقرار نیست، تموم میشه. یعنی یه بار این اتفاق حداقل میفته چون اول کار اصلا شرطی رو بررسی نکرد. بریک چی هستش؟ دستور بریک توی این فور و وایل و دو وایل میتونی استفاده کنی و خیلی جا میتونه بهت کمک کنه. بریک باعث میشه از حلقه بیای بیرون. میگه آی از 1 تا 20 میخواد بره یه دونه یه دونه، اما اگر برسه به 13 میاد بیرون. اگر هم نرسه به 13 اون آی رو چاپ میکنه. یعنی آی که 1 هسته چون از 20 کمتر مساویه، میایم توی فور. این شرط براش برقرار نیست چون 1 با 13 برابر نیست، آی چاپ میشه. پس 1 رو ما خواهیم دید. این کاما رو میذاریم که اعداد رو توی یه خط بنویسیم. 2 هم مینویسه، 3، 4 میره، 12 رو مینویسه. آی که 12 بودم اومد چاپ کرد. بعد بالا آی که میشه 13 دیگه وارد این ایفه میشه، بریک میکنه دیگه، میاد بیرون و ادامه نمیده. اگر اینجا بعد از این فور دستوری باشه اون دستور اجرا میشه. حالا اینجا چون ما دیگه برنامه‌مون تموم شده، تموم میشه. پس اعداد 1 تا 12 رو چاپ میکنه. حالا زیرش خروجیشو بنویسم، اعداد 1 تا چی 12. حالا یک مثال دیگه که حلقه وایل دارم و توش بریک داره. گفتیم بریک میتونه تو هر کدوم از حلقه ها بیاد. 3 رو گذاشتم توی آی. 3 از 8 کمتر مساوی بله. آی رو بزن، یه دونه اضافه کن. اگر رسیدی به 6 بریک کن. خب به نظرت چه اتفاقی میفته؟ خب 3 رو که چاپ میکنه یه فاصله میدیم. آی میشه 4. این شرط براش برقرار هست؟ نه. میاد بالا. خب 4 هم میزنه، 5 رو میزنه. 5 رو که چاپ کرد آیش میشه چند؟ 6. ببین سی آوت 5 انجام شده، آی میشه 6. چون این شرط براش برقراره دیگه بریک میکنه. پس اعداد 3, 4, 5 رو فقط چاپ میکنه. یه دستور هم دارم به اسم کانتینیو. کانتینیو باعث میشه که در واقع اون مقدار شمارنده رو ازش عبور کنیم. یعنی چی؟ من اینجا یه حلقه دارم، آی من از 1 تا 20 میره یه دونه یه دونه. اگر آی به 13 برسه کانتینیو میشه، اگرم نه آی رو چاپ میکنه. پس اعداد 1 تا 12 رو که ما داریم چون براش اصلا این شرط برقرار نیست. حالا وقتی میشه 13، آی من میشه 13، این کانتینیو باعث میشه که این دستوره رو دیگه نبینه. کانتینیو کنترل رو میبره اول این فوره و آی من میره رو 14 و بعد چاپ میشه تا خود 20. انگار از 13 خوشت نمیومد. Yeah.
tiếp chứ. Tôi muốn không phải không cả, không đi lại.